سلام به کلاس درس خوش اومدید خب توی ویدئوهای قبلی شش ویژگی از ویژگی های دترمینان رو با هم دیگه دیدیم توی این ویدئو میخوایم در مورد دو تا ویژگی باقی مونده دترمینان صحبت بکنیم ویژگی هفتم دترمینان به ما میگه که اگر حاصل ضرب درایه های یک سطر یا ستون ماتریس را به سطح یا ستون دیگه اون اضافه بکنیم ستون دیگری اضافه کنیم دترمینان ماتریس عوض نمیشه یعنی دترمینان ماتریس جدیدمون با قبلی برابر است برابر است خب برای اینکه اینو ببینیم بیاید فرض بکنیم که یه ماتریس آ داریم طبق معمول سه در سه آمون رو در نظر میگیریم و درایاش خواهد بود چی؟ آ آی یک آی یک آ یک دو آ آی یک سه آ دو یک آ دو دو و آ دو سه و نهایتا سطر سومش هست آ سه یک آ سه دو و آ سه سه خب حالا بیایید یه سطح یا یک ستون از ماتریس آمون رو انتخاب بکنیم مثلا بیایید سطر دومش رو انتخاب بکنیم بعد میایم همه درای های این سطر رو توی یه عدد حقیقی ضرب میکنیم مثلا توی عدد لامدا ضرب میکنیم و میایم با یه سطر دیگه جمعش میکنیم مثلا به سطر اول یا به سطر سوم اضافهش میکنیم حالا توی این مثال بیایید مثلا به سطر اول اضافه بکنیم اون وقت یه ماتریس ب به دست میاریم که چی خواهد بود سطر اول به درایه اولش مثلا خواهد بود آ یک به علاوه لامدا آ دو یک درسته چون لامدا برابر سطر دوم رو داریم به سطر اول اضافه میکنیم خب درایه دوم چی خواهد بود خواهد بود آ یک دو به علاوه لامدا آ دو و نهایتا درای سوم خواهد بود آ یک سه به علاوه لامدا در آ دو سه درسته دو تا سطر دیگه شم که خود سطرهای آ خواهد بود یعنی داریم آ دو یک آ دو دو و آ دو سه و نهایتا سطر سوم آ سه یک آ سه دو و آ سه سه هستش درسته خب حالا برای اینکه بتونیم آم این خاصیتمون رو اثبات بکنیم بیاد یک ماتریس سی هم در نظر بگیریم اینجا که ماتریس سی رو اینطوری تعریفش میکنیم فرض کنیم این سطر اول سیمون مون هست چی؟ هست لامدا در آدو 21 لامدا در A22 و لامدا در A23 و سطر دوم سومش هم با سطر دوم سوم آبی یکیه یعنی هست آدو یک آدو دو و آدو سه و نهایتا آ سه یک آ سه دو و آ سه سه خب حالا طبق خاصیت اول دقت بکنید که سطر اول ماتریس بمون سطر اول ماتریس ب برابر هستش با سطر اول آ به علاوه سطر اول سی درسته خب پس طبق خاصیت شیش دترمینان که ما با هم دیگه دیده بودیم خاصیت شیشم به ما میگفتش که اگر یه ماتریسی داشته باشیم که مثلا یه سطرش حاصل جمع دو تا سطر متناظر دوتا ماتریس دیگه باشه و بقیه درایاش مساوی با سایر درایه های اون ماتریس باشه که این حالت برای ماتریس B و ماتریس های A و سه ما الان داریم در اون صورت خواهیم داشت دترمینان B برابر با دترمینان C به علاوه دترمینان A هستش درسته اینو از خاصیت 6 میتونستیم از طرفی اگر خاطرتون باشه خاصیت پنج یا ویژگی پنجم دترمینان که توی ویدیو قبلی دیدیم به ما میگفتش که اگر یک سطح یا ستون یک ماتریسی ضریبی از سطح یا ستون دیگرش باشه مثلا همینطور که توی ماتریس C الان داریم میبینیم سطر اول لامدا برابر سطر دوم هستش در اون صورت دترمینان اون ماتریس برابر با صفر هستش درسته پس دترمینان C برابر با صفر هستش اون وقت از این دوتا خاصیت چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که دترمینان B برابر هستش با صفر و علاوه دترمینان A یا دترمینان B با خود دترمینان A برابر هستش درسته خب عین همین روند اثباتی رو که اینجا کردیم میتونیم برای حالتی که دو تا سطر دیگه یا دو تا ستون دیگه ماتریس A این کار روشون انجام داده شده باشه یعنی ضریبی از یک سطر یا ستون دیگه رو به یک سطر یا ستون دیگه اضافه کرده باشیم تکرار بکنیم پس در حالت کلی اگر حاصل ضرب درایه‌های هر سطر یا ستون ماتریسمون رو به سطر یا ستون دیگه اضافه بکنیم دترمینان ماتریس جدید با ماتریس اولیه برابر خواهد خب بریم سراغ آخرین ویژگی دترمینان هم ویژگی هشتم ویژگی هشتم دترمینان میگه که دترمینانه ترانهاده یک ماتریس ترانهاده یک ماتریس با دترمینان خود ماتریس برابر هستش ماتریس برابر است خب برای اینکه این ویژگی رو ببینیم بیاید مجددا یه ماتریس آ در نظر بگیریم ماتریس آمون طبق معمول درایاش هست آ یک یک آ یک دو آ دو یک آ دو دو و آ دو سه و سطر سومش هم خواهد بود آ سه یک آ سه دو و آ سه سه درسته حالا ترانهاده آ مساوی با چی هستش؟ آ ترانهاده مساوی هستش با خب گفتیم که ترانهاده وقتی میکنیم خاطرتون هست یعنی جای سطر و ستون ماتریسمون رو عوض میکنیم یعنی سطر اول آ میاد میشه ستون اول آ ترانهاده یعنی ستون اولش هست آ یک یک آ یک دو و آ یک سه. خب پس ستون دومش میشه چی میشه سطر دوم آ یعنی آ دو یک آ دو دو و آ دو سه و نهایتا ستون سوم آتر و نهاده میشه سطر سوم آ یعنی آ یک آسه دو و آ سه خب حالا بیاید دترمینان آترانهاده نهاده رو با هم دیگه سعی بکنیم که به دست بیاریم دترمینان آترانهاده نهاده برابر با چی خواهد بود بیاید میتونیم رو هر از سطح یا ستون ها که درمون بخواد بس بدیم مثلا بیاید روی ستون اول بس بدیم ترمینال آتر خب روی ستون رو اول اگر دست بدیم چی به دست میاریم؟ دست میاریم درایه اول ستون که هست آ آی یک, یک یک زب همسازه یک ماتریس آتر نهاده علاوه درایه دوم که هست آ آی یک دو زب در همسازه دو یک ماتریس آتر نهاده به علاوه درایه سوم که هست آ آی یک سه زب داره همسازه 3 یک ماتریس آ ترانهاده درسته دقت بکنید که درسته ما این درایه مثلا هست درایه یک سه ولی درایه سطر اول و ستون سوم نیست بلکه درایه سطر سوم و ستون اوله چون ترانهاده ماتریس آ رو داریم می نویسیم خب بیاید به این همسازه های ماتریس آ ترانهاده نگاهی بکنیم مثلا آ همسازه یک و یک ماتریس آترانهاده. برابر با چی هستش؟ برابر هستش با منفی یک به توان یک به علاوه یک ضرب در دترمینان ماتریس دترمینان کهاد که یک و یک ماتریس آترانهاده. که اون دترمینان چی خواهد بود؟ همونطور که توی شکل میبینید خواهد بود دترمینان a دو دو آ a آ دو سه و آ سه سه درسته خب که این دترمینان طبق تعریف دترمینان ماتریس های دو در دو برابر با چی هستش؟ برابر هستش با آ دو دو در آ سه دو عوض میخوام در آ سه سه منهای آ دو سه در آ سه دو درسته آ دو سه در آ سه دو خب همونطور که احتمالا حد زدید این همسازه یک و یک ترانهاده ماتریس آ خیلی شبیه به ترانه همسازه یک یک ماتریس خود ماتریس آ هستش درسته آ یک و یک برابر با چی هستش هست منفی یک به توان یک به علاوه یک ضرب داره، چه دترمینانی برای آ اگر سطر اول و ستون اولش رو حذف بکنیم چی میمونه میمونه آ دو دو آدو سه آ آم سه دو و آ سه, سه درسته که این دترمینان رو هم اگر مقدارش رو بنویسیم میبینیم که دقیقا با یکی دترمینان قبلی برابر میشه میشه آ دو, دو در آ سه, سه منهای من های سه در آ دقت بکنید که این دوتا ماتریس دقیقا یکی نیستن این درایه و این درایه شون با هم دیگه جا, به جا. یه جورایی انگار این دوتا ماتریس دو در دو هم ترانهاده یک دیگه هستن ولی وقتی که دترمینان هر کدوم رو می نویسیم می بینیم که با هم دیگه برابرن این دو تا مقدار دترمینان خب این منفی یک به توانی یکی به علاوه یکم که تو هر دو یکیه پس با همسازه یک و یک آ با همسازه یک و یک آ برابر میشه درسته عین همین میشه نشون داد که همسازه ی دو یک آ با همسازه یک دو آ برابر هستش عین همین کاری که اینجا کردیم هر کدوم رو اگر بنویسید و مقدار دترمیناناش رو حساب بکنید میبینید که دقیقا یکی میشه و نهایتا همسازه سه یک آترانهاده با همسازه یک سه آ برابر میشه خب اگر این همسازه ها رو معادلشون رو توی آتو این عبارت جاگذاری بکنیم دترمینان آترانهاده برابر باشی میشه میشه آ آی یک در همسازه یک یک آ به علاوه آ آی در همسازه یک دو آ به علاوه آ آی در همسازه یک سه, یک سه آ درسته و این چیزی که اینجا داریم اگر دقت دقیق بکنید دقیقا برابر با دترمینان آ هستش که روی سطر اولش بست دادیم پس بست دترمینان آ ترا نهاده روی ستون اول دقیقا با بست دترمینان آ روی سطر اولش یکی شد گرچه میدونیم که دترمینان رو رو هر سطح یا ستونی که بست بدیم مقدارش یکی خواهد بود خب پس این چیزی که اینجا داریم همون دترمینان آ هستش درسته برابر با دترمینان آ شد یعنی ما نشون دادیم که دترمینان آ ترانهاده با دترمینان آ مساوی هستش خب این هم از آخرین ویژگی دترمینان که باید یادش میگرفتیم توی کلاس درس بعدی می